اون سال نفری فکر کنم 3,000 تومن یا 10,000 تومن یه نمیزه کمان شروع شد و در واقع این کار تموم شد. همینجور کارا اومد، من با افشین هاشمی آشنا شدم. یه کاری داشت از سر یکی از دوستان با افشین آشنا شدم، یه کاری به اسم درست کارترین قاتل دنیا در کافتریا اجرا رفت. بله بله، که من اونجا دستیار کارگردان بودم و در واقع اتاق فرمانمون هم همون کتاب فروشی آقای روزدار، اونجا من افکتور نمیدونم همه کارا رو انجام میدادم. و دیگه همونجور به ترتیب اومدیم بالا تا با آدم های در واقع شناخته شده تر آشنا شدم. با آقای حمید امجد کار کردم، حتما با آقای ایوب آقاخانی، سهراب سلیمی، افروز فروزن، افشان ماهیان، نادر برهانی مرنگ، کوروش نریمانی دیگه عرض کنم خدمتون، دکتر رفیعی دیگه عرض کنم خدمتون که خیلی الان کامل خب اینا تجربه‌هایی بود که به عنوان دستیار داشتی اومد بیشتر. اونایی که گفتم ولی اصلا که نام بردم توی بعضی از کاراشون بازی هم کردم. خب دوست داری از بازی‌ها برای ما بگی؟ حتماً. چند از نمونه‌های اینو و تجربه‌هایی که داشتی. حتی بله. خیلی خوبه که داری شیوه ورودت هم به این کارها میگی. خیلی درست گفتی. اون موقع ها تو همین پاتوخا که ما میشستیم دوستامون رو پیدا میکردیم، همفکرامون رو پیدا میکردیم، خبر داشتیم چه کاری داره تولید میشه الان، چه نیروی کم دارن. یعنی خیلی نقشا تو اون مناسبات و این شناختی که هم پیدا میکردیم به هم پیشنهاد میدادیم و انجام میدادیم. همه هم با کمال میل سر کارهای همدیگه میرفتن. خیلی صحبت این که پولش چیه، فقط میپرسیدی کجا تمرین داری. اینکه خیلی جالب بود اونجا یه بردی بود توی ورودی تئاتر شهر از در کوچیک، چون اکثرا هنرمندا و بچه‌ها از در کوچیک وارد می‌شدن، یه بردی بود که روی برده در واقع می‌زدن که مثلا بازیگر این شکلی می‌خوان یا یه گروه فرمی هست گروه فرم می‌خوان. خیلی جالب بود و همه می‌رفتن اتفاقا وارد گروه خیلی خوبی هم می‌شدن اون سال‌ها. یه مورد دیگه هم بود که حالا بعداً میرسیم بهش، الان باز پرید از ذهن من. حالا این ازت بپرسم، یادته اون موقع هم ورود به تئاتر شهر ساده نبود، یعنی وارد مکانش رو دارم میگم، بله، همون در کوچیک و اینا، یا تو باید یه آفیشی داشتی یه تمرینی میداشتی یا کارت رو داشتی؟ کارت رو یادته، من یکی دو تا داشتم الان نمیدونم کجا، ولی کارت خیلی بیخودی هم بودش، یعنی مثلا چیزی داشتی ولی اون کارت رو باید میداشتی تا چیز بود. و خب شرایط هم اینجوری که اون کارت رو میداشتی اون امکان تردد اونجا رو داشتی. و خب انگار که مثلا سلطنت میکردی دیگه، مثلا به اون آدم های بیچاره که بیرون بله دور تارچن میچرخید. بله چه بسو خیلی از استعدادها هم اونایی بودن که بیرون نشسته و تو میری تو. آره دیگه. من خب ولی دیگه یه چیزای خیلی علکی بود دیگه، روال اداری بی خودی. بله ولی میدونین بعضی وقتا فکر میکنم میبینم که شاید خوب بود به خاطر اینکه نباید بگم باز جنبه سختگیریش میگی، میفهمم از چه جنبه میگی. از این جنبه که هر کسی تو هر الان که میدونی هر کی یه سالن خصوصی یه جایی وجود داره، اون موقع برای یه کار گرفتن تو اداره تئاتر یا یه پلاتوی تمرین گرفتن، خب ما اون موقع خیلی درگیر تمرین بودیم، یعنی شما اگر ایده هم داشتی کارم داشتی متن تصویب شده هم داشتی. خب من یه ذره اینترنت مشکل خورد، یه لحظه اجازه بدیم. آره من فکر کنم بیاد صدا تو دارم، من در اتاق هم بستم یه موقع به آره میگم اون موقع ها شما متنت هم تصویب میشد و حالا قرار بود کار بکنی، اینا پلاتوی خالی پیدا کردن بسیار سخت بود، چقدر باید نوبت میستادی که یه سالونی خالی بشه تو تئاتر شهر، یه پلاتوی تمرینی تو خانه چی بود اداره تئاتر تا به سختی بتونی اونجا رو بگیری. و آره حضور به همین سادگی نبود. من خودم از کسایی بودم که وزن کم کردم برای پیدا کردن پلاتو روان دستیار. خبردار می شدم که مثلا اداره تئاتر یه سالن داره دست کارگران، من بود اونجا نامه رو برد
برو مرکز نامر رو، برو اداره سال نامر رو ببر، اینو ببر سریع، من باید در آن باید چهار آره. میگه بودم. ولی خب روزگار اون خیلی شیرین بود. تره. من تو گفتگوهای جدیدی که با بچه ها میکنم، میدونی هومن دیگه تاعتشر اون فضای گذشته اصلا نیست، یعنی حتی اون اعتبارم نداره دیگه، یعنی یه زمانی واقعا قله آمار بود دیگه تو ایران رسیدن، تو یکی از سالن‌ها تو اون مجموعه جا رفتن، ولی امروز یه جوری میشه گفت خوشبختانه که اون انحصار ازش برداشته شده، جاهای دیگه به وجود اومده، ولی خب اون دوره هم حال هوای خودشو داشت که تو بیشتر از همه تجربه کردی، همش اونجاها بودی. من همش اونجا بودم دیدم. آره دیگه آه یه چیزی که گفتم که بعدم میگم خدمتتون، راجع به اینکه با هم دیگه کار میکردیم بدون اینکه در واقع مسائل مالی رو مطرح کنیم، یادم اون سالا شبای جشنواره اصلا دنیایی بود اون زیر. خب معمولا اجازه میدادن که تا صبح بچه های طراح صحنه بمونن اونجا، خب دستیاران بیچاره هم باید میموندن اونجا، حتی اگر بازی هم میکردن تو کار باید میموندن اونجا و شب مثلا پشت صندلی ها میخوابیدن که یه انرژی داشته باشن، که من خودم یکی از اونا بودم و بسیار لذت میبردم. اصلا الان منظورم غر نبود، خیلی دارم با بله. چیز میگم، شیرینی و نشاط و یادآوری خاطرات میگم. اینو بچه ها موقع درسته که توی رقابت بودن، ولی به قدری با هم دیگه چفت بودن که مثلا من تو این گروه چیزی کم داشتم بتونم که بزنم تو سرم، میرفتم تو اون گروه میگم فلانی مثلا این چیزو داری به من بدی، فرد اجرا دارم، آره چرا که نه بیا. بعد بچه‌های موسیقی کار میکردن با هم که اصلا چای میبردیم به هم دیگه، میدادیم بیسکویت، نمیدونم بله. رفاقت بود، رفاقتی بود که متاسفانه بعد از چندی این رفاقت از بین رفت. یعنی خدامون، حالا خدامون منظورم بچه‌هایی که اون موقع بودیم، متأسفانه یه دفعه همه شاخه شاخه شدن، تیم شدن. من بذار یه چیز دیگه هم بگم، حالا نمیدونم نظر تو رو میخوام بپرسم. خب تو خیلی بیشتر، من یکی دوتا تجربه تو اون سالها بیشتر اونجا نداشتم، ولی خب تو دائما تو اون فضا بودی و کار کردن. یکیش من احساس میکنم حضور خود حسین پاکدل بود به عنوان مدیر مجموعه، که یه سیستم مدیریتی خاصی داشت. تو الان این دوره‌ای که میگی دوره آی پاکدل دیگه؟ بله دیگه، اون دوره. آره دقیقاً دوره آی پاکدل. از دو دوره قبلشون، از زمان آقای ای بابا جعفری بله آفر. یه دور مثلا یک سال قبل از این آقای جعفری بیان من شروع به کار کردم، بعد آقای جعفری، بعد آقای پاکدل و به ترتیب. خب تو اون دوره چیز، یعنی تأثیری که خود پاکدل داشت، و خب اون زمان هم این نقد بود که آقای پاکدل بیشتر داره با آدم هایی که دور خودش جمع کرده کار میکنه، یعنی تو اون مقطع اونایی که بیرون بودن، من نگاه بیرونی میگم، ولی بیشتر آقای پاکدل جوانگرایی کرد. آره اصلا موضوع همون جوانگرایی، خب الان بخوام ببینیم که میتونیم اسمای بسیار زیادی از اساتید امروز و کارگردانای بسیار خوب، ولی از جمله خودت گفتی افشین هاشمی. خب اون سالها حالا با افشین هاشمی من هم خدمت بودیم با هم دیگه، سرباز بودیم با هم دیگه. خب سال قبلش من یه کاری چیز کرده بودم، اجرا رفته بودم و افشین هم همین متن درست کارترین قاتل دنیا رو نوشته بود. من میدونم که اون میخواست اجرا بره، ولی سوق داده شد، چون سال اونها جا نداشت، سوق داده شد به اون اجرای تو کافتریا. و پاکدل این فضا رو باز میکرد، باید گفتگو میکرد، میذاشت بیایه یه حس خانه بودن رو برای هر کی که اگه حتی میخواست جواب منفی هم براش بهش بده به وجود می آورد. ولی تو مدیرای بعدی خیلی این شکلی نبود، که میدونی من میخوام بگم که مدیر اون مجموعه هم، حالا اصلا نمیدونم من طرفدار پایدل یا اصلا تو اون دوره هم بخوام کاری کرده باشم، ولی مدیر مجموعه هم بسیار مهم بودش، حس و فضایی که به وجود می آورد. بله کاملا موافقم. ببین من زمان پایدل، آقای پایدل به نظر من، چون من خیلی سال قبلش رو تجربه نکردم، خب سال بعدش رو تجربه کردم، نمیدونم به نظر منی که من توی اون در واقع گود آتیش بودم، اونجا بودم، به نظر من دوران خیلی خوبی بود. به نظر من
دوران بسیار خوبی بود. خب بچه های خلاقی وارد عرصه تئاتر شدن، سرها آمد محمد طاهری این گروه رو که تشکیل دادن حدود 13 ماه هم تمرین کردن همون سالن بر سالن کوچیکر اصلا برای همون به وجود آورد خورشید خودشون ساختن اصلا بچه‌ها خودشون سالن خودشون دکور کردن دیگه درسته خورشید بعد رفتیم دیدیم در واقع انباریه بودش دیگه اون بله بله آره. انباری بود که توش دوشکای چیز دپو شده بود اونجا که خود بچه‌ها اصلا شروع کردن کار کردن و حالا به لحاظ فنی و ایناش یه سری همه فنی اومدن چیز کردن ولی مثلا آکوستیک کردن سالن خود بچه‌ها انجام دادن خیلی کاراشو خود بچه‌ها انجام دادن و اون مدیر اون فرصت رو میداد خوبه بله یعنی بله. من یادم تو اون دوره مثلا حتی میخواست کارگاه برای اینکه سالن افزایش بده در واقع پلاتوی لباسا که لباسا آرشیو لباس آرشیو لباس آرشیو لباس هم حتی تبدیل کنم به سالن بله بله که شد سالن تمرین سالن بعدش سالن تمرین چون ما یه کار می‌خواستیم اجرا بریم که پیشنهاد آرشیو لباس زمانی که لباسا بود که به ما وعده اینو دادن که خب اینجا داره سالن میشه این شکلی میشه رفتیم دیدیم که یه روزی اونجا اجرا بریم که از به اون کار نرسید دیگه خب ببینید کارگاه نمایش و آرشیو لباس با هم دیگه یکی بودن که در واقع الان که پلاتوی نمایش پلاتو تمرین وجود داره جدا شده از کارگاه نمایش ما هم دیگه یک سری بودن یک سالن بسیار بزرگی بود که آرشیو لباس بود و خانم روزبهانه اونجا مسئول لباس ها بودن که بعد شدن در واقع رئیس دفتر مدیریت اون بالا یادش بخیر دیگه عرض کنم خدمتون که خب تو اون سالا میخواستم کارهایی که بازی کردی تو همون نمایشی که تو اون دوره کار کردی تو اون دوره من با آقای انجد کار کردم نمایش به اسم زائر من سر کدوم کار بودم سر یک کاری بودم الان حضور ذهن ندارم که آقای امجد و دستیارانشون اومدن اون کار رو دیدن ای وای اصلا یادم نیست انقدر گذشته مش کردن تا نه حقم داری چرا خب ولی از ولی جدید یه اجرایی رفتی سر کار بله خیلی جالب بود که آقای امجدینا توی صفحه یه نمایشی بایستاده بودن که من یا دستگیرش بودم یا بازی میکردم اصلا یادم برای من دیده بودن یه کار دیگه ای من اونجا اومدم رد شدم یه رفع آقای امجد گفتم بیا 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 کار دارم فردا بیا چیز بار یک سر تمرین میخواهیم بله من رفتم اونجا و در واقع تست دادم و یا بازیگر داشتن منو دیدم مثل این بازیگرشون رفت سر سریال اگر فکر کنم پوریا پورسرخ بود یا کابل خداشناس یادم نیست یکی از این دوتا بودن واقعا اصلا یادم نیست که کدومشون بودن ولی برای من جای یکی از این دوتا رفتن سر اون کار و بسیار برام چیز بود جذاب بود به طور رسمی میشه گفت که اولین بازی حرفه‌ای من در یک گروه تئاتری در اون نمایش در تو نمایش ظاهر ظاهر بله تا اونجا که یادم خورده کار میکردم دانشجویی کار میکردم چیز میکردم ولی کاری که رسما اجرا شد و من به عنوان بازیگر اسمم خورد اون نمایش بود که بسیار تجربه خوبی بود با آدم های بسیار خوبی کار کردم که قبلا باشون کار کرده بودم به عنوان دستیار یا مدیر صحنه یا بماند هر سمت دیگه ای ولی بسیار تجربه خوبی بود بعد از اون کار رفتیم به یه کار دیگه به اسم شرمنده با آقای امجد کار کردی؟ با آقای امجد کار کردم کار چیز رو کار کرد اون سال بعدش اگه امیر جعفری بودش بزرگره میگه دیگه سالن اصلی نه خیر یه کار دیگه نیلوفر آبی نه من نبودم باهاشون پرسو گلستانی و بهروز بقایی بود بهروز بقایی کار کرده نه یه کار دیگه که اونم شلوغ پلوغ بود همین شبنم مقدمی بود کامران تفتی بود افشین بود کامبیز بنان بود خیلی از بچه ها بودن